کسی حواسش به تو نیست. خوشه یه خشم من و تو تشنه یه بارونه، حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تازه این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. منایتا هستم به همراه فرزاد. بریم سراغ ترک کسی حواسش به تو نیست از رضا پیشرو. بله، این جز ترک هایی که این چند وقت بچه ها میگن از رضا پیشرو بریم و گفتن که مناسب این روز هاست. بریم ببینیم که چه هست ترک. از یوتیوب خود رضا پیشرو گوش خواهیم داد. برو بریم. خدا نزدیکتر شد وقتی من غمگین، داشتم تنها توی دردام میمردم. همیشه زنجیر سنگین تقدیر رو با یادش از پاهای زخمی در آوردم. چه باحال شد. اینترو جالبی داشت، چقدر نوستالژی بود مدل خوندنش. اون فلوی که در واقع استفاده کرده بود، فلوی در واقع اون کلاسیک خود رضا پیشرو دیگه. چند وقتی هم هست که ما مرز رو رفتیم گوش ندادیم، اینه که خیلی باحاله. حالا روزگار چقدر سخت، دستامو میگرف بکن. پادشاه زمین و آسمان را سپاس و سپاس و سپاس، به نام رعد و برق و دریا، آسمان نیلگون و معرفت ابرا. خیلی با شروع کرد. اصلا کورسش رو که خیلی دوست داشتم، یعنی شروعش اونجوری بود، وایبش خیلی نوستالژی بود برام. و خب حرفایی که میزنه رو خب دوست دارم خیلی، اینکه تو اوج غم و دردم فقط خدا بود که به دادم رسید و دستمو گرفت و موتیویت کننده است دیگه. بعد این توش رو که شروع میکنه با یک سپاسگزاری شروع میکنه، کلا به دلمش از خیلی. آره، خوراک تو این فضا و این وایبا دیگه. حواسش به تو نیست دختر، مادر که مرد پدر رفت سمت هروئین، مجبوری نصف شب و پا بدی به پلیس، تا بری تو ماشینا و بزنی یه رو پلیز. کسی حواسش به تو نیست پسر، خرج شیمیایی پدر افتاده گردن تو، رو میز خاصی دیدم نوشته پرونده کلته خفگی، تو توید پشم به سوک. خب بگه الان من اجتماعیش کرد و جالبه میگه حواسش کسی به تو نیست دختر، و بعدش یه دختری که حالا یه نمادی از کسایی که میام چون مشکلات زیادی دارن، حالا یه پسر میگه خیلی که پسره رو گفت که خرج شیمیاییه، که پدری که در جنگ احتمالا شیمیایی شده و شهدایی که جونشون رو دادن برای این کشور، ولی متاسفانه کسی حواسشون بهشون اصلا اصل کارشون و هدف کارشون فراموش کرد. دقیقاً. کسی حواسش به تو نیست مرد، میگردی دوباره یه لقمه حلال تو شرکت مواد غذایی فامیلتون، جیبت خالی پول نیست و به بیمه تو راضی بمون. اگه اختلاسای شرکت رو بکنی میکنن اضافی گوزن کنارت، کار میکنه باقی روز، خوشحالی نزدی این که بچه تون تو خونه خوابیده خوب. خیلی جالب بود. حالا خیلی چیزه اومده یه نماد، چه جالب داره نمادهای مختلفی رو، یعنی آدمهای مختلفی از جامعه ما که چه مشکل دارن میگه. آره. خیلی جالب داره اشاره کنه. اینکه کسی حواسش به تو نیست، امروز روز هممون اینو به خوبی میدونیم. بله، با پوست و استخون. هیچ کس غیر از خودمون دلش به حالمون نمیسوزه. و هیچ کس غیر از خودمون نمیتونیم کاری واسه خودمون انجام بدیم. و این چیزی که رضا داره میگه قشنگ تیکه تیکه داستانهای کوتاه کوتاه داره میگه که یادآوری کنه این داستانو. اینجاش خیلی تلخه، میگه رفتی تو شرکت مواد غذایی فامیلتون که لقمه نون در بیاری، ولی همونجا هم پول نیست، اگه اختلاس ها رو بکنی راهیت میکنن تو گور. یعنی تو یه خانواده فامیل هم یکی داره اختلاس میکنه و بخور بخور با اینا هم که دستش با اینا، تو یک کسی شرکت مواد غذایی داری که میخواد سالم زندگی کنه، بره تو همون شرکت کارگری کنه یه لقمه نون ببره، صداش هم در نیاد.
واقعا دقیقاً امروزه که این اتفاقات و اینا که اتفاق داره میفته، دیگه کسی نمیخواد اینطور زندگی کنه، نمیشه زندگی کرد اینطوری. نه مخصوصا ما ایرانی ها که توی همچین کشور غنی هستیم. کسی عواصش به تو نیست دیره مرد، تو که خاطره ها تو میبری پیش مرد، رویاه ها تو گذاشتی برای بچه ها تو نمه ها تو وصیت نامه زیر سر. کسی عواصش به تو نیست خدا، نمیدونن مال و طلای دنیا رو سپردی دست شیطان. بعضی ها هرچی بدتر میشن، ثروت مدتر میشن، نمیدونن هم از کجا. به خدا هم دیگه گیر داد و خیلی جالب گفت. آره کسی حواسش به تو نیست که مال و طلای دنیا سپردی دست شیطان. یعنی یه سری آدم شیطان. آره این اختلاف در مثلا اون عدلی که میگن خدا باید داشته باشم، تو نمیبینی خیلی جای دنیا دیگه، حالا ایران نه. و خیلی کشور مثلا یا تو کشور آفریقایی این هم میتونی بهش اشاره کرده باشه. خب ولی تو جوره من کلن ایدئولوژی متفاوت. الان نخوام واردش بشم. آره واردش نشیم. کسی عواصش به ما نیست. سر شد وقتی من غمگین، داشتم تنها توی دردام میمردم، همیشه زنجیر سنگین تقدیر رو با یادش از پاهای زخمی در آوردم. ببین یه چیزی بگم، همیشه از بچگی تو ذهن ما کردن اینها هم بود اشتباه دینه. خب به نظرم ببین من با دین و دینداری که مشکلی ندارم، خب ولی به نظر من اون چیزی که به ما قبولوندن به عنوان دین کاملا اون چیزی که به نفع خودشونه، یعنی کاملا تحریف شده و به نفع خودشونه. در کل دنیا این اتفاق افتاده، همه دنیا همه ادیان به خاطر منافع خودشون در طول سالیان سال تحریف کردن. در کلیاتش کلمه دین به معنی آگاهی بوده، حالا هر چیزی تو زمان خودش. من از این میخوام خارج شم، نمیخوام اینو بگم، ولی همیشه تو ذهن ما کردم بدبخت باشی، گشنه باشی، فلان، خدا بیشتر دوست داره، هر چی سختی بکشی خدا بیشتر دوست داره. اصلا همچی چیزی نیست. با نون خوش زندگی کن. اصلا چیزی نیستش. خب فقط داستان اینه که ما تو زمان غم و غصه‌مون یاد خدا تازه میفتیم، اکثرمون تو زمان غم و غصه‌مون، چون کسی نیست که دستمونو بگیره، متوسل میشیم به یک نیروی حالا ماورایی، هر کی به هر چیزی اعتقاد داره، طبیعت، کارما، کائنات، خدا، هر کی به هر چیزی که اعتقاد داره. منظورم که به یک اعتقادی چنگ میزنه، اصلا یکی به خودش اعتقاد داره، خب با درون خودش صحبت میکنه. من منظورم که به اون اعتقاد، مشکلمون اینجاست که میذاریم برسیم قعر چاه و یاد خودمون میافتیم، یاد قدرت درونمون میافتیم. خب من میگم اینو همون جایی که وایسادی رو پاهات هنوز محکم و قدرتمندی یادش بیفت که زودتر برسی به هدفت. خب اینجوری نیستش که اونی که بدبخته خدا بیشتر است، اصلا همچین چیزی نیستش. ماها اومدیم تو این دنیا که خوشبخت زندگی کنیم، ولی حق گرفتنی، حق دادنی نیست. باید برای خوشبختی بود تو هر زمینه، الان که توی زمینه اجتماعی و بزرگتری هستیم داریم تلاش میکنیم، الان برای آزادیمون داریم تلاش میکنیم، ولی تو زمینه فردی و شخصی هم ما خودمون هستیم که باید تلاش کنیم، خب که حداقل تو مسیر خواستمون باشیم، حالا یا بهش میرسیم تو این دنیا یا نمیرسیم، ولی تو مسیرش باشیم دیگه. حداقل خواستی واردش نشید. نمیخواد. آخه این کورسش اینو داره میگه، بالاش داره میگه خدا تو هم کسی حواسش به تو نیست، ولی پایینش خودش هم داره میگه من تو غم و غصه یاد خدا افتادم. اینو بگم چقدر سخت دستامو میگرف بکن به نام چشمای خیز، کسی حواسش به تو نیست. چقدر جالب بود. به نام چشمان خیس. چه رایم باحال داشت و چه جالب تو پارت مختلف. یعنی کسی حواسش به قصه های تو نیست. آره. مخصوصا در این جامعه ما، در این دنیا، یعنی در واقع کشوری آره. که ما این، ولی قرار هممون حواسون به هم باش. همه میخوان حقیقت رو بدونن، اول باید چشمای کثیف همو بشورن، قبل از اینکه خاک سرزمینمو ببوسن، قبل گوش دادن به من دلیل رپو بدونن. همه آزادی رو واسه خودشون میخوان، با همه چی موافقن تا وقتی خوششون میاد. اگه تو رو انتخاب کنن به احترام میذارن، حتی اگه باخر دندون که خوبی آی. چه حرفای واقعا مثبت و اوکی. خیلی داره. حتی رپ هم میگه که راجب رپ هم داره بگه. ولی حرف... یعنی به ساده داره بیان میکنه، به نظر ادبیات پیچیده‌ای نداره زایچ، خیلی ولی... ساده داره خودمونی میگه، ولی داره حرفای رپ میزنه به هدف دیگه. در واقع آره.
دست نوشته آرزوها پشت هم خیز رفیق همه پیر شدیم کسی تخمش هم نیست وقتی خودمون تو خودمون یه رفیق نداریم چطور میشه اعتماد کنی به حکم هفتیر این موج مخفی که ایرانو ول نمیکنه مدیتی نمیفهمش تا وقتی زندگیش کنه وقتی رویای جوونا پر چک نویس شده پدر ناتنی میکنه با فکر نمیکنه دوست داشتم اینجا شو میگه ملیتی نمیفهمه چیزی که داره به ایران و ایرانی میگذره منظورشه تا زمانی که زندگیش کنه خیلی حرف فزن... آره این خیلی حرف جالبی زد ببین بارها شده دوستای ما که ایرانی نیستن از ما میپرسن مثلا خب کشور شما اوکی چرا اینجایی مثلا پول داره فلان فکر میکنن چون اونجا بنزین ارزونه همه چی اوکی درکش نمیکنم و یکی از چیزایی که حالا موافقش نیستم خب ولی از اینکه اتفاق افتاده خوشحالم اینکه محدودیت هایی که قطر تو این جام جهانی گذاشته این باعث میشه دنیا یه خود ملموس تر بفهمه چه خبره تو خاورمیانه و این با وجود اینکه کلیات ماجرا ماجرای قشنگی نیستش ولی خوبه که دنیا یه خورده نده فقط بله نفهمه نگرش رو اسم بفهمی که واقعا خاورمیانه چه خبر درسته زنده این دوه داره میمیره گریه میکنه اون تو توهمش فکر میکنه چنجه میخوره چیزی حس نمیکنه چون تو مخش پره دوده وقتی میبینیش تیر میکشه استخونه روحت هیچ کدوم از ماها به وسط خانه نیستیم همه شاه و اسطوره و قهرمان ریسکیم از زمان حق و میخوان در زمان نیستیم سالها تنها و احمقانه زیستیم خیلی باحال میگه استخونت تیر میکشه چه واژه آره دیگه این چیز دیگه یعنی دردی که دیگه تا توی استخونت رفته خب درد منظور به عمق روحت میگه رفته میکشه استخونه روح تیر میشه استخونه روحت این خیلی باحال بود خب بعد اینجاش هم باحاله میگه از زمانه حق رو میخوایم در زمانه نیستیم از زمان حقمون از این زمانه میخوایم ولی انگار تو این زمانه زندگی نمیکنیم تو باغ نیستیم اصلا میتونیم یعنی ناله کردن علکی ولی نمیدونیم هدف اون اصلا چیه دنبال اون چیزی یکی میتونه این باشه از این داستان که واقعا نمیدونیم چی میخوایم یکی میتونه به این اشاره داشته که از این زمونه حقتو میخوای خب ولی واسه این زمونه هیچ کاری نمیکنی واسه درست کردن تلاش نمیکنی فقط غر میزنی که نمیدونیم حتی یه خط از زبان میخی خیلی زود سری با یه حرفم قانه میشیم نفک مال ما نیست سهم ما میمونه همه هفته های پاییز با تفره های قاضی کسی عواصش به ما نیست سازنی آتروش سازنی اومد و من خیلی سازنی رو دوست آره و فکر میکنم که با آتروش رو اینجوری تموم کنه خیلی ترک به حالی بود گوش کنیم آخرش هم ای باله تو سازنی میزنی؟ و بچه ها رو نمی کنی؟ بی تو دوست داشتم مثلا این سازنی آتروشو خیلی باحال کلا فلوش هم باحال و فلوی خود رضا پیشروی بوده یه خورده ملوتر بود رضا پیشرو اصولا خیلی کوبنده تر میخونه خب ولی وقتی میخواد محتوای اینطوری رو بگه همیشه این ملوتر میشه فلوش و کورسش خیلی باحال بود میگم وایب نوستالژی داشتش در این حال که حرف باحالی میزد حرفای حساب زد به صورت ساده هم گفت اتفاقا ساده گفتن تو یه موقع توی یه موضوعی خیلی بهتره به خاطر اینکه یه موقع دوچار گمراهیت نمیکنه کاملا مشخصه که حرف چیه موافق بودم این درخواستتون بود تقدیم میکنیم بهتون و حتما بازم اگر از رضا پیشرو ترک هایی که فکر میکنید مناسب هست برای این روزا حتما کامنت کنید برامون و ما بهش خواهیم پرداخت دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من و آنایتا بودید دم همه ایرانی ها گرم در کل دنیا که همچنان پرچم ها بار نگه داشتن مخصوصا بچه هایی که تو ایران هم میدونی که قلب ما هر دقیقه با شما همراهه این روزا خیلی زیاد مواظب خودتون باشین دوستتون داریم خدافظ